ناهی مرغاب که در بلندی بیش از 3,500 متر سطح بحر جایگیر است، یکی از نادرترین مکانهای دیدنی ولایت بدخشان تاجیکستان از جمله مکان بودوباش قطاس است، ولی برای زندگی انسان چالش های خود را دارد. بلندکوی سرد و زیبا منظر نه به هر انسان برای زندگی موافق است. تشنگی شدید اکسیژن از خصوصیت های ویژه طبیعت مرغان می باشد. زبان زندگی در این مکان را ساکنان اصلی آن یاد گرفتند، ولی ظاهرا برای آنها هم این زندگی چندان آسان نبوده است. طول میانه عمر انسان در این منطقه ای که 15,000 اهالی دارد 55 تا 65 سال را تشکیل داده، بانوان در 48 و مردان در 53 سالگی به نفقه فرستاده می شوند. کمبود اکسیژن یا هوای تازه در این بلندی ها مشکل خاص طبیعت مرغاب می باشد. رابیه محمد غریب و 56 ساله تمامی عمر در اینجا زندگی کرده است و میگوید هنوز در سن 30 سالگیش دچار مشکل جدی صحتی شد. میگوید در فرو بردن غذا احساس مشکلی پیدا کرد و به تدریج دندانهایش ریختند. در 30 سالگی دندان ها می افتند. سالگی دندان ها اما جزیر نخوات که ویتامین داره، سونی داره. دندانای چونی نفس گیر می شود آدم. وی میگوید در فرصت کوتاه از یک جوانزن به پیرزن تبدیل شد. رابیه محمد غریب و میگوید در سن 48 سالگی و از روی قانون به نفقه برآمد، همگی 500 سومانی ماهانه میگیرد و میگوید برای تامین روزگارش ناکفایه است. مقامات حکومت ناحیه مرغاب میگویند سبب اصلی بر وقت بازنشسته شدن زنان و مردان این منطقه کوتاه عمری مردم این ناحیه میباشد. اگر زنها در سن 48 سالگی به نفقه برآیند، مردها در سن 53 سالگی بازنشسته میشوند. ارنزا سفروف سردار ریاست مالی حکومت ناحیه مرغاب روز 22 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در مرغاب دوامناکی عمر در نسبت به دیگر منطقه های تاجیکستان خیلی کوتاه است. اینجا دوامناکی عمر اینجا کوتاه است نسبت به دیگر منطقه های تاجیکستان. این من تحلیل گذارم دادم معلوم کار کردن. با گفته وی در این زمینه آموزش‌های صورت گرفتن. با نظرداشت این در ناحیه مرغاب هنوز از دوران شوروی پیشین امتیازهای برای مردم مرغاب 20% برای بلندکو و 30% برای نارسایی هوا جمعاً 50% کوفیسنت وجود دارد. وی میگوید اگر مزدکار 1000 سومانی باشد 500 سومانی دیگر اضافه خواهد شد. اما ساکنان عادی خصوصاً زنهایی که به نفقه برآمدند دریافت امتیازها را نادرست می‌شمارند و میگویند طی چند سال است که هیچ گونه امتیازی از جانب مقامات نمیگیرند. نسرین گل نیکوشایوا سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان میگوید در این موضع گرسنگی کسلارات بیشتر از همه مشاهده می شود و سن حداقل دراز عمری زنان از 56 تا 65 در ناحیه پایان زمین باشد و 70 تا 80 ساله برابر می باشد. لیکن اونجا پرابلم یکی از موضوع های بلندترین است و پرابلم پستیان کسلارات می گلدن اونجا میراد برای همینم اونجا بیماری های رگ و دل زیاد هستند. بیماری ها کودکان هم از خوردی در خونشان کسلارات پستیان می خواهد. نسرین گل نیکوشای و سردار ریاست تندرستی ولایت بدخشان می افزاید با نظرداشت این همه دراز عمری مردم مرغاب در نسبت به ساکنان دیگر مناطق تاجیکستان کوتاه‌تر است و می گوید در اینجا رستن نمی روید و سردترین منطقه تاجیکستان است که این هم به سطح دراز عمری ساکنان تاثیر می رساند. به گفته خانم نیکوشای و حکومت تاجیکستان برای بهبود بخشیدن ناحیه مرغاب با مساحت بیش از 38,000 کیلومتر مربع از لحاظ حدود بزرگترین ناحیه در تاجیکستان است، اما با حدود 16,000 اهالی خردترین ناحیه محسوب می‌یابد.